Introducing the LG G6, the big screen that actually fits in your head. شرکت مهرگستر تامین افزار تنها نماینده رسمی محصولات کاسیو در ایران. محصولات کاسیو تنها با گارانتی لایف سرویس. بهانه سوژه امروز بخش پرونده اظهار نظر چند روز قبل رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران بود. منوچهر باستانی که با ایسنا صحبت کرده بود در مهمترین بخش این گفتگو اعلام کرده که عکاسی عروسی برای آقایان ممنوعه. این داستان ما رو به فکر انداخت تا درباره هزینه های عروسی تحقیق کنیم و ببینیم که یه عروسی توی دو حالت معمولی و لاکچری چقدر هزینه داره. پس اگر میخواید با فردی که قرار شریک همیشگی زندگیتون بشه زیر یه سقف برید، این گزارش رو از دست ندید. 1. جواهرات. از حلقه عروسی بستگی داره عروس خانم و خانواده محترمشون چقدر به میزان طلای کار شده توی حلقه اهمیت بدن. اگر کلن اهل طلا نباشن و بخوان فقط یه حلقه ساده بگیرن که طلا هم نیست، میشه با کمتر از 500 هزار تومان هم حلقه عروسی خرید. اما خب اگر حلقه‌ای بخوان که طلا خورش خوب باشه، اون وقت خانواده داماد باید چند میلیونی برای حلقه عروسی کنار بذارن که شما نهایتاً 20 میلیون تومان در نظر بگیرید. تازه ما انگشتر نشون و ساعت رو هم در این داستان حساب نکردیم. بعد از حلقه جواهراتی که سر عقد و عروسی به عروس خانم داده میشه، یکی از آیتم های مهم هر مراسمه که از حداقل 3 میلیون شروع میشه و تا چند ده میلیون تومان، البته بسته به وضع مادی خانواده داماد، میرسه. شماره 2، آرایش عروس. برای مهمترین شب زندگی طبیعتاً باید به لحاظ ظاهری در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشید، موضوعی که چند میلیونی براتون هزینه داره. سایت فردا فروردین ماه امسال در گزارشی به بررسی هزینه‌های عروسی پرداخته و نوشته اگرچه به گفته نایب رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران هزینه قانونی آرایش عروس از 1,500,000 تومان فراتر نمیره، اما 2 تا 3 میلیون حداقل قیمتیه که اکثر آرایشگاه‌های تهران از آبربانک عروس خانم کم می‌کنن. البته اگر عروس خانم جیب پرپولی داشته باشه، نزدیک به 10 میلیونی باید هزینه کنه و این موضوع بستگی به آرایشگاه مربوطه و البته تعداد مراسم هایی که عروس خانم در کنار عروسیش در نظر گرفته داره. شماره 3، لباس عروس و داماد. این بستگی داره به اینکه عروس خانم برند پوش باشه یا نه. اگه دنبال مارک نباشن، میتونن با قیمتی کمتر از 6 میلیون یک لباس عروس خوب بگیرن یا اینکه برای یه شب اون رو اجاره کنن. اما اگر برند پوش باشن، داستان کاملا فرق میکنه. بنده خدا داماد باید حداقل رقمی نزدیک به 10 میلیون برای لباس شریک زندگیش کنار بذاره و این رقم میتونه 2 تا 3 برابر هم بشه، که این موضوع بستگی به مزونی داره که عروس خانم از اون خرید میکنه. درباره آقایون هم با مبلغی کمتر از 1,000,000 تومان میشه یک کت شلوار عروسی خرید، اما هر چقدر آقا داماد مارک باز باشه، خانواده عروس خانم هم باید هزینه بیشتری برای کت شلوار پرداخت کنند که ممکنه تا چند ده میلیون تومان هم برسه. شماره 4، عکاسی. این موضوع ارتباط مستقیمی با سلیقه عروس و داماد داره. اگر اونا دنبال یه فیلم معمولی باشن، میشه با مبلغی بین 5 تا 10 میلیون تومان یک پکیج خوب ببندن، اما هر چقدر آپشنای مورد نظرشون بیشتر بشه، هزینه پرداختی هم بالا میره. سایت فردا در گزارش خودش به این موضوع اشاره کرده و نوشته مبلغ 16,600,000 تومان قیمتی بود که یکی از آتلیه های شهر تهران برای مراسم ازدواج داده. حتی تصویر برداری با هلیشات این رقم رو بالاتر هم برده و شما به جای فیلم عروسی، فیلم هالیوودی و شاید بالیوودی تحویل بگیرید. شماره 5، ماشین عروس. خیلی ها دوست دارن توی مهمترین شب زندگیشون به ماشین آخرین مدل گل بزنن. چون نمیتونن چند صد میلیونی برای خرید ماشین هزینه کنن، هم سراغ اجاره ماشین میرن. اجاره بدون رانندگی یک خودروی مرسدس بنز
به ازای یک ساعت 110,000 تومانه. البته شرکت اجاره دهنده خودرو رو کمتر از 14 ساعت اجاره نمیده و در این صورت آقای داماد باید حداقل 1,540,000 تومان بپردازه، که البته این رقم تنها برای خودروه و هزینه که تزیین و گل زدن و تبدیل یک خودروی لوکس به یک ماشین عروس لوکس جدا محاسبه میشه. بسته به نوع و میزان گلهای بکار رفته در تزیین خودرو و با توجه به موقعیت مکانی و شهرت گلفروشی، هزینه که تزیین لوکس یک ماشین عروس افزون بر 2,000,000 تومان هست. شماره 6، باغ مراسم. یکی از پرهزینه ترین آیتم های عروسی محلیه که میخواید مراسمتون رو اونجا برگزار کنید. ورودی باغ های اطراف تهران که عمدتاً مختص عروسی های مختلطه چند میلیون تومانی آب میخوره. این ورودی بر اساس بزرگی و کوچیکی باغ و امکانات و البته بحث همیشگی شهرت اون قیمت گذاری میشه و گاهی به 25 تا 30 میلیون تومان هم میرسه. در مقابل منوهای مختلفی پیش روی زوجهایی که در آستانه ازدواج قرار میگیره که در بازه 60 تا 300 هزار تومان به ازای هر مهمان متغیره. با این تفاصیل یک مراسم عروسی با 400 مهمان در یکی از باغ‌های اطراف تهران به صورت میانگین حدود 100 میلیون تومان تموم میشه. اونم بدون هزینه‌های اضافی احتمالی که اعلام نشدن و قطعاً بعد از پایان مراسم به سراغ جیب داماد خواهند رفت. در مورد هتل‌ها اما قیمت‌ها به تعرفه‌های مصوب نزدیک‌تره. هتل از دیرباز مختص عروسی های لوکس بوده و امروز هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین منوها به ازای هر نفر میهمان از حدود 70-80 هزار تومان شروع شده و به 200 هزار تومان هم میرسه. و آخرین مورد، مورد شماره 7، موسیقی. این آیتم اصولاً یکی از چیزایی که در منوی باغ یا هتل و یا حتی تالار در نظر گرفته شده، اما اگه خودتون دنبال یک گروه خاص هستید، به اندازه‌ای که خواننده مورد نظرتون اسم در کرده باشه باید براش پول بدید. پخش کلیپ خواننده مربوطه از PMC تأثیر زیادی روی رقم مورد نظرش داره. شما رقمی بین 5 تا 10 میلیون رو برای این موضوع حتماً کنار بذارید. برای پایان این پرونده فقط میتونیم آرزو کنیم تمام کسایی که قرار ازدواج کنند و زیر یه سقف برند، ایشالله اونقدر زندگی عاشقانه‌ای داشته باشند که همیشه از مراسم ازدواجشون به عنوان بهترین و رویایی ترین روز زندگیشون نام ببرند.